برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. کشتار هدفمند شیعیان بار دیگر در شهر کراچی قطب تجاری پاکستان آغاز شده است. بر اساس گزارش ها در پی تیراندازی تندروان سنی به یک مغازه کتاب فروشی در کراچی پاکستان، دو شهروند شیعه به شهادت رسیدند. گفته شده این دو تن، محمد حسین و پسرش اسد، در تیراندازی تروریست ها در منطقه کورنگی، شلوغ ترین منطقه صنعتی کراچی، به شهادت رسیدند. این رویداد در حالی است که اخیراً افزایش حملات تروریستی علیه شیعیان در پاکستان، به ویژه ایالت سند این کشور، موجی از نگرانی جامعه شیعیان این کشور را برانگیخته است. در آستانه نشست سران گروه 20 در هند، آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد، روز جمعه درباره افزایش تنش و اختلاف بین کشورها به جامعه جهانی هشدار داد. دبیر کل سازمان ملل تأکید کرد که جهان با خطرها و جنگ‌های احتمالی و درگیری‌های بیشتر و جدیدتری روبروست. آنتونیو گوترش که برای شرکت در نشست اجلاس سران گروه 20 به دهلی، پایتخت هند، سفر کرده است، به خبرنگاران گفته که جهان به سمت چند قطبی شدن پیش می‌رود و آینده روشنی در چشم انداز نیست. سازمان آموزشی علمی فرهنگی ملل متحد، یونسکو، درباره جایگزین کردن معلمان با برنامه‌های هوش مصنوعی هشدار داد و اعلام کرد که این موضوع می‌تواند بر سلامت عاطفی کودکان تأثیر بگذارد و آنها را بازیچه قرار دهد. یونسکو در دستورالعمل‌هایی که صادر کرده از دولت‌ها خواسته است به سرعت برای سازماندهی استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی در کلاس‌های درس، از جمله محدود کردن استفاده از آنها برای کودکان بزرگتر، وارد عمل شوند. این نهاد گفته مقامات دولتی برای مدیریت مسائل اخلاقی مرتبط با اتکا به برنامه‌های هوش مصنوعی در محیط مدرسه آماده نیستند.